پس از, از اظهارات محمد بن سلمان ولی عهد عربستان درباره شیعیان این کشور و طرح این ادعا که در عربستان چیزی به نام وهابیت وجود ندارد بنیاد آیت الله شیرازی با ارسال بیانیه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار بازسازی مراقد عمه علیه السلام در قبرستان بقی شد قبرستانی که توسط وهابیان کوردل تخریب شد این بنیاد طی بیانیه‌ای تصریح کرد که با دقت هرچه تمامتر پیشرفت در روابط ایجاد شده بین بغداد و ریاض را زیر نظر دارد و امیدوار است که این روابط سیاسی نتایجی مثبت برای ملت‌های این دو کشور داشته باشد این بنیاد همچنین ضمن اشاره به جوانب دیگر رویکردهای سیاسی عربستان از حکومت این کشور دعوت کرد تا با همکاری شیعیان عراق و عربستان مراقد ائمه بقی علیهم السلام را بازسازی کند در این باره مصاحبه داشتیم با نماینده بنیاد جهانی آیت شیرازی حجت الاسلام و المسلمین شیخ تقی زاکری که با هم می‌بینیم بیش از چهل سال قبل مرحوم حضرت آیت الله حاج سید حسن شیرازی ایشون از سوریا و لبنان هیئت هایی رو اعزام می کرد برای بعثه در ایام حج این هیئت نمایندگی تا اون موقع هیچ کدوم از مراجع شیعه چنین فکری رو نداشتن یا چنین اقدامی رو انجام نداده بودند. اینها اثر گذاشت و در منطقه عربستان و سعودی شیعیان اونجا همت کردند که در نتیجه این هیئت ها که از سوریا عازم میشد برای مدینه و مکه موضوع ساخت و ساز بقیع را دنبال کردن. این تلاش ها، برخورد کرد با تغییرات شکلی که در بعضی کشورها رخ داد و سبب شد که دولت‌های مثل عربستان، دولت‌های خلیج جبهگیری کردند و قصه تشیع و تسنن قوی شد و الا تا قبل از این شیعه و سنی همدیگه رو می‌دیدند، با هم بحث می‌کردند، گفتگو می‌کردند، دید و بازدیدهایی داشتند در مدینه و در مکه، هیئت‌های اعزامی که می‌رفتند، این ملاقات‌ها خوب پیشرفت میکرد و موافقت هم از علمای اونجا گرفته شد برای این مسئله. اما این حوادثی که پیش آمد سبب شد که کشورهای خلیجی جبهگیری بکنند و چون جبهگیری کردند کار خیلی کند شد. به خصوص اینکه بعضی از جهتها دلشون میخواست که این کار بزرگ را یعنی تعمیر بقیع را میخواستن که جبهه وجهه سیاسی بهش بدن دلشون میخواست که در واقع بگن که فلان کشور خلاص شیعه این کار را کرده که در نتیجه جبهه گیری طرف مقابل هم انجام شد الان ما احساس میکنیم و دنبال میکنیم اوضاع را میبینیم که در منطقه هر کشور عربستان و سعودی تغییرات زیادی قراره که اتفاق بیفته آزادی های زیادی الان شروع شده بهشون داده شده مثلا حرکت های لایک سازمان ها احزاب لائیک و جهت هایی که اصلا با دین مخالفت کلی دارن اینها دارن اجازه میگیرن در عربستان فعالیت بکنن فعال بشن و این یه فرصت خوبیه که ما هم بیایم از موقعیت استقلالیت خودمون چون خاندان شیرازی یک مرجعیت مستقلن آبستن هیچ کشوری نیستن از هیچ دولتی کمک نمیگیرن و این به همه کشورها ثابت شده در نتیجه آمدیم با این استقلالیتی که همه میدانند آمدیم دوباره این مسئله رو مطرح کردیم که اگر ممکن باشه دور از قضایای سیاسی دور از گفتگوهای سیاسی دور از روزنامه ها و مجلات و امثال اینها یه همچین کار بزرگی رو دوباره از سر بگیریم و لذا که بنیاد جهانی حضرت آیت الله عزما شیرازی دادن از سازمان ملل شروع کردن و موافقت چند تا از کشورهای اروپایی هم در این زمینه گرفته شده که اونها هم پوش بکنن و حل بدن قضیه رو و صحبت بکنن با طرفین و گمان میکنم نتایج خوبی به دست میاد حالا دولت عربستان هر برنامه که داشته باشه برای ما فرقی نمیکنه کشورهای دیگه هم چه این تغییر را قبول بکنن چه نکنن برای ما فرقی نمیکنه اونی که برای ما مهمه ما بتونیم این پایگاه بزرگ را این مرقد شریف امامان بزرگ شیعه را دوباره بازسازی بکنیم که شیعیان از هر طرفی که میان بتوانند از این جای پربرکت بیشترین استفاده معنوی رو ببرند البته اینم هست و اون اینه که بهشون گفتیم و خواهشم کردیم الان هم دنبال میکنیم که قوایای سیاسی رو داخل نکنن به این جریان ها کلا هدف ما اصل برگزاری و تعمیر این منطقه است و خواهشی که کردیم اینه که بازرگانان عراقی و بازرگانان سعودی شیعه این دوتا با همدیگه همکاری بکنن زمانی ما این کار رو اقدام کردیم براش که دیدیم دولت عربستان با عراق روابط خوبی رو شروع کرده و بنا داره که این روابط به قراردادهای خیلی مفصلی برسه حتی قضایای امنیتی هم قراره با همدیگه اینا همکاری بکنن پس چه اشکال داره که همکاری عقیدتی و مذهبی هم شروع بشه مردم عراق یه مردمی هستن شیعیان عراق مستقلن کاری به جایی ندارن شیعیان خود منطقه عربستان و سعودی هم مستقلن اونها هم کاری به جایی ندارن پس این دو تا شیعه از دو کشور همسایه بتونن با همدیگه رفاقتی بکنن و همون جوری که در امور بازرگانی کار میکنن و تبادل میکنن اجناس بازرگانی رو خرید فروش در همه رشته ها دارن بیان این رشته را هم یه مقداری حمایت بکنن و همکاری بکنن و این برای تاریخ شیعه در عراق و عربستان و سعودی بسیار چیز خوبی خواهد بود